این نحوه مدیریت دلخواه شما و همفکران و مشاوران شما و مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی را که میبایستی نماد افتخار ملی در حل مشکلات کشور باشد به نمادی از تصمیم‌گیری های شخصی و خودکامانه تبدیل کرده است. نفوذ شما جناب آقای قالیباف در ارکان و بخش های گوناگون مجلس از هیئت رئیسه و تعیین دلخواه دستورات جلسات گرفته تا مدیریت انتخاب نهادهای مجلس که با مهندسی کامل صورت میگیرد و حتی در لایحه بودجه سالیانه و برنامه هفتم توسعه افراد شما که از خارج از مجلس می آمدند عنان همه کارها را در دست دارند و نظر آنهاست که بر نظر مجلس و نمایندگان محترم سایه افکنده است و با استخدام بیش از 200 نفر کارمند جدید الورود در این شرایط سخت اقتصادی و تعویض 5 معاون اجرایی آن هم تنها در طول 3 سال موجب بیکاری گسترده کارمندان با سابقه مجلس شده اید. همه امور مجلس را مهندسی میکنید و هر نماینده معترضی را که حق قانونی هم دارد مورد سرزنش و حتی با شکایت به دادگاه معرفی میکنید.